نوید. سلام آرمین جان، صدای من داری؟ بله بله دارم. خوبی؟ من اولین باره که میام بالا، بعد خیلی خوشحالم که یه همچین کانالی هستش. خیلی خیلی تلاش میکنی و واقعا برای من عجیبه که تو انقدر انرژی داری. یه نکته که میخواستم اولش یه نکته که میخواستم بهت بگم این که اول بحث که راجع به بایدن صحبت کردی، یه ذره احساس کردم که همچین مسئولیت بایدن رو برداشت یارو دوشش. این که بایدن این طوری که از افغانستان اومد بیرون، شما تو گفتی امضا کرده بود ترامپ، امضای ترامپ بود و باید حتما این کارو میکرد. بایدن 1000 تا امضای ترامپ رو گذاشت زیر پاش، اومد 17 تا همون روز اول چیز دیگر رو امضا کرد که خلاف دستورات ترامپ. من از بایدن هم خیلی نقد دیگه کردم. من روش بیرون اومدن بایدن رو به شدت باش مخالفم. زمانش رو من میگم، خیلی ها میگم، یعنی زمانش رو اتفاقا بیشتر کرد یه مقدار از چیزی که ترامپ گفته بود. خب اونش من میگم اینکه باید میومدن بیرون، که باید دیگه قابلیت موندن رو نداشتن دیگه، باید میومدن بیرون. خب یعنی فقط داشتن هزینه میدادن بدون هیچ سود. ولی من خودم از این چند روز گذشته یه سری اشتباهات بسیار زیادی شد که من خودش تقصیر فقط بایدن بود و هیچ کس دیگه. اینکه من میگم این قرارداد ترامپ رو نمیذاش کنار ولی چیزهای دیگر گذاشت کنار، خب فرق داره. اون چیزهای دیگه‌ای که ترامپ امضا کرده بود همه رو عوض کرد، اونا اکزیکیتیو اوردر بودن. خب اکزیکیتیو اوردر رو با یه اکزیکیتیو اوردر دیگه خیلی راحت میشه حذفش کرد، هیچ چیز مشکلی هم نداره. خب اتفاقا این کاری هم که ترامپ هم کرد، بایدن میتونست راحت حذف بکنه با خب به خاطر اینکه مثلا همونجوری که ترامپ قراردادی که با ایران داشتن اومد برداشت. ولی بایدن دو تا مشکل داشت. یکی اینکه بایدن کلی داشت مشکلش که از که مشکلاتی که با ترامپ داشت این بود که این قراردادی بود که ترامپ با یک کس دیگه امضا کرده بود و یه نقدی که از ترامپ میشد این بود که قراردادهای که دولت آمریکا با کشورهای دیگه با کسای دیگه امضا کرده بود و میذاشت کنار و این باعث میشد که اعتبار آمریکا بره پایین. خب یعنی با این نقد از ترامپ بعد بیاد خودش هم یه قراردادی رو که دولت آمریکا با یه جای دیگه امضا کرده رو بذاره کنار، این یعنی چی؟ یعنی خودت میگی این کار ما نباید بکنیم، من خودت داریم این کار میکنی. یعنی خیلی چیزای دیگه ترامپ عوض کرد ولی اونا قرارداد با کسای دیگه نبود که دولت آمریکا امضا کرده بود. یکی این، یکی دیگه هم بایدن خودش هم مثل ترامپ قبول داشت که باید به سرعت از افغانستان میامدن بیرون. اگه بایدن اینو امضا میکرد با طالبان ممکن بود شرط و شروط بیشتری میخواست و زمان بیشتری به خودش میداد، ولی این که بیاد این امضا، این چیزی رو که امضا شده که آمریکا بیاد بیرون، بیاد اونو برداره عوض کنه، این باعث میشه که وارد شدن به یک قرارداد دیگه با طالبان به شدت سخت بشه. خب یعنی همونجوری که الان مثلا بایدن میخواد مثلا وارد یه قرارداد بشه، برجام بشه با جمهوری اسلامی بسیار سخت شده، شما فرض کنید که طالبان یه قرارداد اومده با دولت آمریکا امضا کرده، بعد بایدن بگه خب اونو بذاریم کنار، بیاین یه قرارداد دیگه ببندیم. خب این طالبان میگه من برای چی باید با شما دوباره قرارداد ببندم؟ چیزی که برای اینکه بایدن خیلی حساسیت هم قول داده بود، هم خیلی میخواست از اصلا تمام یکی از بزرگترین هدفاش این بود که از افغانستان بیاد بیرون، این قراردادی رو که وجود داشت که بیان از افغانستان بیرون رو دیگه نمیتونست بیاد عوض بکنه. یعنی واقعا همه چی رو میریخت به هم. درسته نه از این جهت درسته، ولی میخوام بگم که مسئولیت بایدن رو کم نمیکنه این موضوع. یعنی حتی زمانش رو هم، زمان خروج بایدن رو هم خیلی ازش انتقاد میکنن که چرا توی تابستون دقیقاً فصلیه که جهاد میکنن و فلان اینا. یعنی میتونست حتی زمانش هم بندازه زمستون و شکل بهتری خروج داشت. جوابش، من نمیدونم این جواب چقدر قانع کننده هست یا نه. خب من اینو فقط میگم جوابشون چیه و نمیدونم آیا این خوب هست جواب میاد. تو به من بگو قضاوت کن. جوابشون این بود که چون تو فصل تابستون، خب ببین الان طالبان گفت بایدن اومد، ترامپ اومده بود گفته بود ما می باید بریم بیرون بدون شرط و شروط. بایدن گفته بود این خیلی دیگه زوده، ما سپتامبر میریم بیرون که یه مقدار به ما وقت بدیم. خب طالبان هم گفته بود که هر کسی این قرارداد رو اگه نقض بکنه ما باعث میشه که به آمریکایی‌ها بیشتر حمله کنیم. این تابستونی که شما میگین که حمله طالبان رو راحت کرده بود، خب این زمانی بود که حمله به آمریکایی‌ها هم راحت‌تر میشد. خب یعنی بایدن گفت اتفاقا ما الان قبل از اینکه این فصل حمله ها داره میره بالا باید میومدیم بیرون برای اینکه ما آمریکایی‌ها رو بذاریم توی همون زمانه که فصل حمله طالبان هست، اون موقع آمریکایی‌ها رو همین تو آمریکا نگه داریم. خب همون موقع است که ما باید بیایم بیرون. یعنی اون چیزی که راحت کرد حمله طالبان رو برای فتح کابل و اینا،
خب اون این اگه این زمان این راحت میکرد، بایدن میاد میگه خب همین چیزیه که ما راحت میکرد حمله با آمریکایی‌ها رو، ما برای همین میخواستیم از این موقع سری بیایم. میدونی منظورم چیه نبی جان؟ آره درست متوجه شدم. با همون استدلال که میگه حمله به چیز راحت تره، حمله به آمریکا هم راحت تره، آمریکایی کمتری کشته میشه دیگه هرچی زودتر بیاد. درست. یعنی بهتره قبل از تابستون میایم بیرون که آمریکایی کمتری کشته میشه. درسته. یه استدلالی هم که 262 مدام بهش اصرار میکنه و من میگم تنها اتفاقا بهترین دلیلی که ما باید دین رو بذاریم کنار یا حداقل سکولاریزش بکنیم، یعنی اینکه دخالتش رو کم بکنیم توی مسائل اجتماعی، همین کاریه که 262 میکنه. یعنی 262 دقیقاً یه تفسیری خیلی خوشگل از دین میده که بعد از این که به قدرت برسه میشه با همون یه تفسیر دیگه ازش آورد. یعنی دلیل این که ما میگیم دین رو بذارید کنار همین هستش که دین قابل تفسیره، و اون وقت وقتی شما یه چیزی رو که قابل تفسیر الهیش بکنی، اون موقع میتونه روی زندگی همه ما تاثیر بذاره. برای همین ما میگیم دین رو سکولارش کنیم. اصلا یکی از بهترین دلایلی که ما باید دین رو بذاریم کنار همین حرفایی که 262 میزنه. منظور از سکولاریزه کردن چیه دقیقاً؟ چون من اصلاح نمیخوام بکنم ولی سکولاریزه نه منظورم از سکولاریزه اصلاحش نیست. اصلا ما سکولاریزه کردن یعنی اینکه ما دخالتش رو محدود بکنیم. سکولاریزه کردن هر چیزی، نه دین، هر ایدئولوژی دیگه. منظورم این بود. البته من یه برداشت دیگه از سکولاریزه دارم ولی خب حالا برداشت تو قبول درست. یعنی فقط من می‌خواستم بگم که انقدر که 262 اصرار به اسلام داره که خیلی قشنگه، خوشگله، برداشت من اینه و برداشت بقیه غلطه، مشکل اصلی دین همینه. مشکل اصلی دین همینه که برداشت‌های متفاوت ازش میشه کرد. پس چیزی که ما میتوانیم ازش برداشت‌های متفاوت کنیم چیز خوبی نیست برای مبنا قرار دادن. چیزه مثالی که من میزنم، خب اینی که مثلا شما فرض کنین که برین یک دستمال توی یک مثلا رستورانی پیدا بکنین، خب که روش نوشته مثلا، حالا من انگلیسی شد مثال میزنم یه جور فارسیش هم پیدا کنم، که مثلا روش نوشته که چه میدونم قربانیشون کنید برای من، خب سرشون رو بزنید. خب بعد تو بیای بگی که این دستمال به من دستور داده که من باید برم سر مردم رو بزنم قربانیشون کنم، خب برای من اینو دنبال میکنم. بعد یه نفر بهم میگه این چه دین وحشی، این چه چیز وحشی، این دستمال وحشیه. خب بعد یه نفر دیگه بیاد بگه که نه برداشت همه اشتباه بوده، ببین منظورش که قربونشون برین، یعنی دوستشون داشته باشین، عاشقشون باشین، یعنی منظور به همچین چیزی منظورش بوده. بعد اینا بیان بحث بکنن با هم که این منظورش اینه که آدم بکشین، یعنی منظورش این بوده که با همه مثلا انقدر عاشقشون بشین. حالا من مثالی که من میزنم مثلا انگلیسی اینه که you know چه میدونم kill them، بعد مثلا برداشت بقیه ممکن بشه no kill them with love، منظورش که انقدر عاشقشون بشی یعنی حالا بمیرم آه بهترین بمیرین براشون. خب منظورش این بوده، یه همچین حالتی. بعد اینو با هم بحث میکنن که نه این دستمال منظورش این بوده یا منظورش این بوده. ما باید بیم میگه آقا جا شما چرا دارین این دستمال، شما اصلا چرا برین به این گوش میکنین؟ یعنی مشکل اصلی دستمال باید مبنا قرار بدین. آره یعنی مشکل اصلی این نیست که حالا برداشت تو درسته یا برداشت این درسته، مشکل اینه که شما انقدر زده به سرتون که دارین به این گوش میکنین. شما اصلا دلیلی که به این دلیلی که دارین که به چرا ما اینو باید اصلا فرموناشو اجرا بکنیم چیه؟ اینو از کجا آوردی؟ خب یعنی اصل مطلب اینه. تازه حالا اگه میگی نه برداشت من درسته، این داره میگه همتون با عاشق هم باشین و هم مهربونی بکنین، مشکل اینه که این دستمالی که هم برداشته تو رو میتونه بده هم برداشته تو رو میده. خب این چه چیزیه؟ یعنی این روش پیدا کردن بهترین روش درست زندگیه. یعنی من مشکل با وحی دارم. خب با وحی و ایمان و دین و اینا، یه کسی میاد میگه برداشت ما اینه، برداشت ما اونه. بابا جان ما مشکلمون اینه که شما کسایی که میان ادعا میکنن یه چیز الهی اومده که ما اینجوری زندگی میکنیم، ما اصلا مشکلمون با این روش نتیجه گیریه. حالا شما هر برداشتی میخوای داشته باش. دقیقاً، حتی اگه نتیجه مثبتم بده باز خطرناکه. سکولاریزه کردنش یعنی همین، یعنی اینکه این دستمالو بذارید کنار. من میگم سکولاریزه کردن، دستمالو بذاریم کنار. دقیقاً. مرسی، ممنون، وقتت کمه میدونم. من باز اینکه دیگه خیلی موندی، خدافظی میکنم. قربان.
ممنون نوید جان، فعلا.